سلام، حالتون چطوره؟ توی این سفری که رفته بودم توی شهر بن، یه روز ما صبح پا شدیم بریم صبحونه بخوریم. سفارش صبحونه رو هم دادیم، اما قبل از این که صبحونه رو برای ما بیارن، یک سوپ عدس فوق‌العاده خوشمزه برای من آوردن که از چیزایی که توی ذهنم بود و تستش کردم، تصمیم گرفتم که بیام اونو براتون درست بکنم و این سوپ خوشمزه رو تقدیم کنم بهتون. قبل از اینکه شروع کنید به برش پیاز و هویج و سیب و گوجه، این عدسه میبینید مقدارش هم کمه، من اول اینو میذارم خیس بخوره تا زمانی که بقیه موارد دارن آماده میشن این نرم بشه. این از این پیازا رو اونطور که دارید میبینید اصلا هم ابعادش مهم نیست، چون قراره پورش بکنیم، خوردش کنیم با هم. این از این. الان روی حرارت ملایم پیازا رو میریزم توی قابلمه به همراه کره تا یه کوچولو اینا نرم شن. حرارتش رو کم کنید، درش هم بذارید و بقیه موارد که میشه هویج و سیب زمینی و گوجه رو مثل من این شکلی که دارید میبینید خرد کنید. دلیل اینکه یکم اینا رو دارم ریزتر خورد میکنم اینه که زودتر بپزن. همین. بریم سر به پیازا بزنیم. ببینید یه حالت کاراملی گرفته. الان بقیه موارد هویج و سیب زمینی و گوجه برن داخلش. دقت کنید که حرارت هنوز ملایمه. عالیه. دوباره درشو بذاریم. عدس نیم ساعت تا یک ساعت خیس بخوره کافیشه. اینم که نیم ساعتشو خورده، اینو آبکش میکنیم این شکلی. یه دور الان بشوریدش و بعد میریم بریزیمش توی ترکیب پیاز. قشنگ مخلوطش کنید، یکم دوباره اینا با هم سرخ بشن. حرارت کمه هنوزا، زیاد کنید سوخته. درشو بذارید تا یه چیز دیگه هم بهتون بگم. الان باید بذاریم که عدس بپزه، یا با آب یا با آب مرغ. کاری که من میخوام انجام بدم این عصاره مرغی که دارید میبینید، الان اینطوری پودرش میکنم توی یه دونه ظرفی مثل این، یه پارچه کوچیک، و آب جوش میریزم، خوب یه دستش میکنم. لزومی نداره حتما از آب مرغ استفاده کنید، من برای مزهش دارم این کارو میکنم. میتونید حتی با آب جوش انجام بدید. خب بیایید. عالیه. حرارت الان زیاد کنید. این آب مرغ یا آب جوش رو میریزم توش. هنوز نمک نزدیم ها، چون عصاره خودش نمک داره. آخر تست میکنیم و اگر نیازی بود نمکش هم میزنیم. این الان باید بره بجوشه تا زمانی که عدس ها کامل نرم شن. یک ساعته که سوپ ما کامل جوشیده، تست بکنید. باید الان عدس هاش کامل نرم شده باشه. تست نمک هم حالا جلوتر میگیریم اگر نیاز بود. الان میخواییم پورش کنیم. ما اینجا دو تا کار میتونیم انجام بدیم، یکی با این پارچه های آب میوه گیری که باش همون آب طالبی یا شیرموز درست میکنید، یکی هم این گوشکوبای برقیه. ولی از نظر من این گوشکوب برقی ها بهتره، چون هم قدرت مانورتون بیشتره، هم میتونید همه جای سوپ قشنگ پوره کنید. الان میریم که سوپ کامل پوره کنیم. بیایید.
دقت کنید که حتما سوپ از روی گاز بردارید، چون خطرناکه اگه روی گاز باشه بخواید این کار انجام بدید. الان کامل اونو پوره میکنیم. اون کره هم که اول زدیم خیلی به این بافتی که الان دارید میبینید کمک میکنه. فقط واسه این میذارمش روی گاز که فلفل و نمکی که میخوام بهش بزنم یکم دما ببینن. نمکش هم تست کردم کمه. تام. سوپمون آماده است. حرارت خاموش. وای نگاش کنید. بهتر از این نمیشه. وای عاشق این بویی که داره، مطمئنم میشید. خیلی خوشمزه است. بافتشو ببینید چقدر درست و اندازه. بکشیم. به 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 به. خیلی هم پرش نکنیم، یه کوچولو دیگه و تمام. اینم میذارم اینجا. یه برگ گشنیز. اگه خواستید فلفل قرمزم خیلی خوب میشه. فرض کنید که این سوپ آدس خوشمزه یکم فلفلی هم باشه. من نزدم ولی میتونستید بزنید. وای عجب چیزی شد. اصلا فکر میکنم از اون سوپی هم که خوردم خوشمزه تره. وای 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 اینجا رو ببینید. عطر که بی نظیره. به خدا که خوشمزه تر از اونه. وای یه چیزی، این شاید بهترین سوپی باشه که تا الان درست کردم. چرا میخندی؟